شیخ التفسیر مولانا نعمت الله توحیدی. مولانا نعمت الله میر بلوچ معروف به توحیدی، فرزند عبدالعزیز، در سال 1331 هجری شمسی در گوهر کوه از توابع زاهدان دیده به جهان گشود. ایشان دوران دبستان را در روستای رحمت آباد گوهرکوه سپری کردند و تحصیلات خود را تا کلاس ششم ابتدایی ادامه دادند. مولانا نعمت الله در سال 1347 و هنگامی که 16 سال داشتند برای فراگیری علوم دینی به زاهدان رفته و در مسجد عزیزی به مدت یک سال خدمت اساتید بزرگی همچون مولانا عبدالعزیز ملازاده رحمت الله علیه تحصیل نمودند و سپس برای ادامه تحصیل با راهنمایی و مشورت مولانا عبدالعزیز ملازاده رحمت الله علیه عازم پاکستان شدند. ایشان بعد از عزیمت به پاکستان در دانشگاه بدرالعلوم مشغول به فراگیری علوم دینی شدند و یک سال قبل از فراغت از تحصیل به کراچی رفتند و در دانشگاه فاروقیه کراچی ثبت نام کردند. مولانا توحیدی پس از مدت کوتاهی تحصیل در کراچی به مشوره اساتید خود دوباره به بدرالعلوم مراجعه نموده و در جامعه بدرالعلوم تا پایان تحصیلات خود ادامه دادند. ایشان در تمام دوران تحصیلات در دوره‌های تفسیر اساتید بزرگ مخصوصا مولانا عبدالغنی جاجرودی شرکت می‌کردند. مولانا نعمت الله پس از اتمام تحصیلات خود و بازگشت به وطن در مدارس دینی مختلفی خدمت کردند. ایشان پس از چند سال به حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان رفتند و در آنجا مشغول به تدریس شدند و تا پایان عمر گوهربار خیش در این حوزه تشنگان علوم دینی را سیراب نمودند. ایشان فردی متواضع و ساده زیست بودند و زندگی ایشان خالی از هر گونه تکلف و تجمل بود. وسیله نقلیه وی یک موتورسیکلت بود که به وسیله آن به کلاس‌های درس تفسیر قرآن رفت آمد می‌کردند. از خصوصیات بارز این عالم وارسته و حق‌گوی دفاع از صحابه و ناموس پیامبر و رد شبهات و بیان حقایق و مبارزه با عقاید شرک‌آمیز و خرافات و قبر پرستی بود و به حق لقب توحیدی برازنده شد. چنان تهمت عظیمی را میزنید که قاتل فاطمه و زهرا باز دختر فاطمه و زهرا هم در عقد نکاح او هست و حضرت علی رضی الله تعالی عنه قاتل فاطمه و زهرا را نامش را بر بچه های خود بگذارد. این انصاف، این بهتان عظیمی هست و اگر از این بهتان دست نکشد خدای عز و جل فرموده که بیار در پهلو خابیده رسول الله به این صحابی عظیم الشان تهمت قتل دخت رسول الله را میزنید. این عمر از این تهمت ها سانه ها دور نمیشود. به خدا قسم برای شما بدر، برای شما بدر. عمر 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 سخنان مولانا نعمت الله در دفاع از صحابه پیامبر و در رد شبهات شبه پراکنان خشم دشمنان یاران پیامبر و اهل بیت پیامبر را برانگیخته بود، اما ایشان هرگز دست از تبلیغ دین خدا و دفاع از صحابه و اهل بیت پیامبر رضی الله تعالی عنهم اجمعین بر نداشتند. به راستی که ایشان مصداق واقعی این آیه مبارکه بودند. وكفى بالله حسيبا.
کسانی که رسالت‌های خدا را به مردم می‌رساندند و از او می‌ترسیدند و از کسی جز خدا نمی‌ترسیدند و همین بس که خدا حساب کرد. هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا تمام سعی و تلاش آنها برباد در حیات دنیا، لیکن چطور بدبختن و هم یحسبون انهم یحسنون. عایشه را تهمت میزنن، ابوبکر را ناسزا میگن، دلانت میگن. اینا فکر میکنه این برای اینا خیر، برای حل مشکلات نعوذ بالله بر شیخ لعنت میفرستند. ای بیچاره، لعنت هم حل مشکلات میکنه. چه خدای کریمیه، تجربیات اینا ثابت کرده وقتی نعوذ بالله لعنت رو برستن دیگه خدا میده، پول هم میده، ماشین هم میده، پست هم میده، ریاست هم میده. در آخرین مشکل که گیر کنن نعوذ بالله میگن لعنتی بر شیخین بپرستید، مشکلشون حل میشه. این چیه؟ کی را لعنت میکنی بیچاره؟ تو کی را لعنت میکنی؟ تو کسی را لعنت میکنی که در آغوش محمد رسول الله است؟ تو کسی را لعنت میکنی که لباس رسول الله است؟ یک شقی در سخنرانی میگه تنز میزنه، امهات المؤمنین ما از این مادر بیزاری. گفتم تو ایمان ندار، او مادر مؤمنین. کسی که از مادرش بیزار میشه او درستیه. تو مؤمنی اگر بودی تو به همین آیه اکتفا میکردی. سرانجام مولانا نعمت الله روز دوشنبه 21 فروردین 1385 هنگامی که به وسیله خودرو و با همراه مولانا عبدالحکیم حسن آبادی و چند تن دیگر برای تبلیغ پیام قرآن عازم بندر جاس بودند، بر اثر سانحه تصادف ساختگی و زیر گرفتن ماشین آنها توسط یک اتوبوس در مسیر زاهدان بم، جام شهادت را نوش نموده و به لقاء الله شتافتند. پیکر ایشان در یک تشییع جنازه با شکوه و با حضور هزاران نفر از شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان و سراسر ایران به خاک سپرده شد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمة الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. مولوی نعمت الله رفت، اما فریاد توحیدیش و ندای قرآنیش از مناره‌های مکی بلکه از فراز تمام بلندی‌های ایران زمین گوش هر مسلمان موحد و خداپرستی را نوازش می‌دهد و کاخ هر ظالم و بیدادگر و بنیان هر نوع شرک و بدعت را به لرزه می‌اندازد. تا قرآن باقی است و تا ندای توحید در دنیا ظاهر است، نام مولانا نعمت الله رحمت الله علیه از یاد نخواهد رفت. او به خاطر قرآن و توحید فدا شد و قرآن و توحید با نام زیبایش عجین شده و از هم جدا نخواهند. سیدین کره خاکی گمراه‌ترین انسان کی؟ کی میتواند گمراه تر باشد از اون انسانی که یدو من دون الله میخواند غیر از خدا؟ من یک چیزی به شما میگم مسلمان ها، ناراحت نباشید، قرآن خدا را بفهمید، تلاوت قرآن عشق داری، به معانی قرآن هم متوجه بشی که بردای قیامت با اشتباهی به محضر خدا نری و اونجا دیگه قسم ها نخوریم که ما نکردیم.
والله ربنا ما كنا مشكله. قرآن میگه، الله میگه چه کسی گمراه تر است از اون انسان هایی که یدو من دون الله فریاد میزنن میخوانن غیر از خدا.